به خدمت شما عرض می کنم شهدای احد ارواحشان وقتی که در اعلی علیین قرار می گیرند در نزد الله ذوالجلال خواسته ای دارند. توجه می فرمایید، شهدای احد وقتی که روح پاکشان در اعلی علیین قرار دارد، از الله ذوالجلال درخواستی دارم که پروردگارا ما در بهترین جا قرار داریم، در بهترین مقام قرار داریم، کسی هست که خبر ما را به اهل مدینه برساند، بیاران محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برساند که روح ما در بهترین جاها قرار دارد. الله ذوالجلال می فرماید شهدای احد انا مبلغهم عنکم، من از پیام شما را به بندگان میرسانم. اینها کسانی بودند که خداوند متعال پیام اونها را به یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم رساند. اینجا واقعات بسیار زیادی هست. کاش فرصت میشد ما حداقل 10 روز اینجا هر صبح می آمدیم و یک صحابی که در اینجا شهید شده بود و جان نثاری کرده بود اون را اینجا معرفی کنیم. اما یکی از جوانان را من در فرصت کوتاهی خدمت شما معرفی می کنم تا علاقه و شوق جوانان ما به اسلام این عظمت‌ها بیشتر بشود. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه که قبرش در بقیع هست می فرماید من هم می خواستم که بیایم در این لشکر شریک بشم، اما سن من کم بود، رسول خدا صلی الله علیه و سلم به من اجازه ندادند. اما وقتی شنیدم که صحابه شهید شدند و در شهر مدینه خبر رسید که رسول خدا کشته شده و شهید شده است، خود را رساندم در این میدان. این زمانی بود که شهدا را دفن کرده بودند و رسول خدا در دشت برمیگشت به طرف احد، بر شطوری سوار بود، گونه های رسول الله پر از خون بودند، زانوهای رسول الله صلی الله علیه و سلم پر از خون بودند. دیگه پدر من هم در اینجا، حضرت مالک در اینجا شهید شده بود. من آمدم به رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض سلام کردم. رسول خدا فرمود آجرک الله فی ابیک، خداوند متعال شما را در مورد پدر شما مزد بدهد، پدر شما شهید شده. دیگه من رفتم در کنار مرکب رسول الله، چون جوان بودم و قدم کوتاه بود فقط توانستم که به زانوهای رسول الله برسم. زانوهای مبارک حضرت رسول را در آغوش گرفتم و بوسه دادم و فرمودم ای رسول الله شما را زنده میبینم، برای پدرم باکی ندارم، شما را زنده میبینم، برای پدرم باکی ندارم. ما هم امروز این چنین باشیم، جان خود را فدای اسلام بکنیم، مال خود را فدای اسلام بکنیم، عمر خود را فدای اسلام بکنیم و این امانتی که به ما سپرده شده است به هر قیمتی که تمام شده این را به مسلمان ها برسانیم و با الله ذوالجلال در کنار این بهترین انسان ها و بر جبل الرمات، کوهی که نگاه می کرده گویا بر این صحنه، و در کنار احد، کوهی که هر مسلمانی را دوست داره و هر مسلمان اون را دوست داره، و در کنار این بهترین بندگان الله ذوالجلال با الله ذوالجلال عهد ببندیم که در امر خداوند متعال کوتاهی نکنیم و از تمام کوتاهی های من به نزد پروردگار من توبه کنیم و برگردیم. صلوات خط بفرماییم.